راجب تروریسم به حال برخی از افکار عمومی در داخل بسیاری از منتقدان زاویه دارن با سیاست‌های جمهوری اسلامی. در سال‌های اخیر ما تظاهرات ضد اسرائیلی که در ایران توسط جمهوری اسلامی برگزار میشه رو دیدیم که به طور روزافزونی کوچکتر شده و مثلا در تظاهرات دو هفته اخیر تعداد شرکت کنندگان به چند صد نفر رسید. چرا؟ تعبیر شما از این موضوع چی هست به واقع؟ ببینید، این تصور که جمهوری اسلامی به پشت تمام مشکلات اسرائیل و فلسطین هست یک دیدیست بسیار ساده انگارانه. 30 سال قبل از اینکه جمهوری اسلامی اصلا پیدایش داشته باشه، جنگ ها و درگیری ها و حقوق بشر زیر پا گذاشتن ها و اشغال اراضی کشورهای سوریه، لبنان و فلسطین داشته بوده و ادامه داشته و تا به امروز وجود داره. این تصور که جمهوری اسلامی پشت سر اینه که تا به حال صلح نشده باشه بسیار ساده انگاران است. فرض رو هم بر این بگیریم که حماس در غزه کارشکنی میکنه، در رام الله، در کرانه باختری، محمود عباس، حکومت خودگردان فلسطین اسرائیل رو کاملا به رسمیت میشماره، مرزهای 1967 که بین المللی رسمیت شناخته شدن به رسمیت میشماره. چرا اسرائیل با اونها وارد صلح نمیشه؟ در یک سال گذشته چند صد نفر فلسطینی به دست اسرائیلی‌ها در کرانه باختری کشته شدن. ما چه جنایت‌های جنگی رو هم در کرانه باختری داشتیم، از جنین بگیریم تا رام الله تا خود قدس شرقی و الی آخره ها. من ببینید، این تصور که اصلا افکار عمومی قرار نیست که فقط افکار عمومی ایران تعیین کننده صلح و ثبات بین اسرائیل و فلسطین باشه. مسئله اسرائیل و فلسطین یک مسئله انسانی است که برای هر یک انسان در اقصی نقاط جهان باید اهمیت داشته باشه. به همین خاطر ما که می‌بینیم که صدها هزار نفر در پایتخت‌های اروپایی بر علیه سیاست‌های اسرائیل علیه فلسطینیان نیز تظاهر می‌کنند در همین چند روز اخیر. ما اونها رو باید مد نظر قرار بدیم. این تصور که جمهوری اسلامی فقط اینکه ازش جمهوری اسلامی از این مسئله استفاده ابزاری کنه در شکی نیست، اما این تصور که جمهوری اسلامی پشت سر همه مشکلات کاملا آدرسی است، غلط. این تل آویو که بزرگترین دشمن ایجاد صلح با فلسطینی‌هاست در چند دهه اخیر.